جونیت آرکین با نام مستعار فخرالدین، محبوب ترین و شناخته شده ترین بازیگر تاریخ سینمای ترکیه، امروز 28 جوان در 85 سالگی در بیمارستانی در استانبول درگذشت. با ما همراه باشید تا در این ویدیو با این بازیگر محبوب ترک بیشتر آشنا بشید. جونیت آرکین که در ایران معروف به فخرالدین بود، زاده 7 سپتامبر 1937، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان ترکیه سینمای ایران و ترکیه بود. او اهل اسکیشهیر کشور ترکیه بود. نام پدرش حاجی یعقوب بود و در جنگ رهایی بخش ملی شرکت کرده بود. اصلیت او از ترکان نوغای کریمه بود. جونیت آرکین تحصیلات ابتدایی خود رو در مدرسه نجاتی بیگ اسکیشهیر به اتمام رسوند. دوران کودکی او با داستان‌های حماسی قهرمانانی چون باتالگازی و کروغلو سپری گردید. آرکین هنگامی که در دبیرستان آتاتورک اسکیشهیر تحصیل می‌نمود، داستان‌های کوتاهی نوشته و به مجلات مختلف ارسال می‌کرد. آرکین تحصیلات خود رو در رشته پزشکی دانشگاه استانبول ادامه داد و در سال 1961 فارغ التحصیل شد. او در دوران دانشجویی نیز به همراه دوستان خود مجله تحت عنوان ارک به چاپ رسوند. محتوای این مجله را داستان‌ها و اشعار متنوع تشکیل داده بود. او در سال 1963 با شرکت در مسابقه‌ای که از سوی مجله آرتیست ترتیب یافته بود، مقام اول را کسب نمود. زمینه ورود جونیت آرکین به سینما در سال 1963 و پس از آشنایی با هالید رفی سر صحنه فیلم برداری فیلم شافاک بکچیلری فراهم گردید. در آن دوران مشغول ساخت فیلمی بود که به شرح داستان زندگی خلبانان جت‌های جنگی پایگاه اول هوایی می پرداخت. آرکین نیز در همان دوره به عنوان پزشک و افسر وظیفه در نیروی هوایی خدمت می کرد. هالید رفی به آرکین بازی در یکی از نقش‌های این فیلم را پیشنهاد نمود، ولی از آنجایی که این امر با قوانین سربازی مغایرت داشت، او نتوانست این پیشنهاد را بپذیرد. آرکین پس از اتمام سربازی پاییز همان سال در فیلم پرندگان غربت به کارگردانی هالید رفی ایفای نقش نمود و بدین طریق پا به عرصه سینمای ترکیه گذاشت. آرکین در ابتدا فیلم‌های رمانتیک و عاطفی را ترجیح می‌داد، ولی با گذشت زمان بازی در فیلم‌های اکشن و پرتحرک رو آغاز نمود. او از آکروبات‌هایی که در سیرک‌های استانبول کار می‌کردند، حرکات آکروباتیک رو آموخت و از تجربیات خود در این زمینه در فیلم‌هایی چون مالکو چولو در نقش یک قهرمان سوار بر اسب و نیزه به دست استفاده کرد. جونیت آرکین در سال‌های دهه 70 دیگر به عنوان یکی از سرشناس‌ترین بازیگران سینمای ترکیه شناخته می‌شد. او در خارج از ترکیه، علل خصوص در ایران، نیز از شهرت بسیاری برخوردار بود. آرکین در ایران به همراه بازیگران و کارگردانان بسیاری در فیلم‌هایی چون یوسف و زلیخا، نسل شجاعان، میوه گناه، شیرین و فرهاد، صلاح الدین ایوبی، فرزند شمشیر، سرفیق و بازی با مرگ ایفای نقش نمود. او در آن دوره در ایتالیا نیز از شهرت زیادی برخوردار بود، چنانچه ایتالیایی ها او را به نام جان آرکین می شناختند. جونیت آرکین در طول حیات هنری حرفه‌ای خود شایسته جوایز بسیاری شده که از جمله آنها می توان به جایزه بهترین بازیگر مرد از فستیوال فیلم پرتغال طلایی آنتالیا به خاطر بازی در فیلم انسانلار، جایزه بهترین بازیگر از فستیوال بین المللی فیلم قوزه طلایی به خاطر بازی در فیلم گرگ زخمی و دیپلم افتخار از فستیوال فیلم آنتالیا اشاره کرد. آرکین علاوه بر این در کنفرانس‌های بسیاری با موضوع الکل، مواد مخدر و جوانان به عنوان سخنران شرکت کرده و جوایز و لوح‌های تقدیر بسیاری نیز در این کنفرانس‌ها به او اعطا شده است. بازیگری‌های او در ایران در فیلم‌های بازی با مرگ در سال 1374، سرفیق در سال 1355، فرزند شمشیر در سال 1352، اسیر در سال 1351، ظفر در سال 1351،
سرزمین دلاوران در سال 1351، صلاح الدین ایوبی در سال 1351، ماه پیشونی در سال 1350، اسیر خشم در سال 1349، شیرین و فرهاد در سال 1349، میوه گناه در سال 1349، نسل شجاعان در سال 1348، یوسف و زلیخا در سال 1347، گلپری جون در سال 1353 بوده است. او در طول حیات هنری خود در بیش از 300 فیلم ایفای نقش نموده که محتوای اکثر این فیلم ها رو نیز موضوعات اجتماعی تشکیل داده است. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که تو این ویدیو هم ما رو همراهی کردید. یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. اگر این پست رو دوست داشتید حتما لایک کنید و نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید.